السلام علی یا علی ابن مسرزا. السلام علی یا امام الرؤوف. ایها الشمس الشموس، ایها المدفون به عرض توس. در این قطعه از بهشت مشهد است، اینجا مشهد الرضا و من و تو زائر حرم رضوی. من یکی هستم از هزاران، نه که از میلیون ها، میلیون ها نفری که هر سال پر می کشند به شوق دیدار شهید و شاهد و مشهود این دیار که رضایش میخوانند و مأمنش در قلب مشهد است. نه که او در قلب مشهد جای گرفته باشد، مشهد به دور او حلقه زده است. پس هر کجای مشهد که باشی تا حرم فاصله ای نداری. من از باب الرضا وارد میشوم، تو از باب الجواد. ما از ورودی شیخ طوسی میشتابیم، شما از ورودی شیخ حر عاملی، و آنها می آیند از ورودی تبرسی. فرقی ندارد از کدام طرف می آیی و از کدام دروازه وارد می شوی. از همه طرف گستره حرم روبروی توست. آن کسی که دعوت من کرده است و سفره معنا برای من گشوده، زحمت من را هم روانه می دارد. سؤالی اگر داری از راهنمای زائر بپرس، حرفی داری به او بزن، کاری داری با او در میان بگذار. نکند نگران پولهایت باشی یا خیال کنی چمدان حجیمت بر دوشت سنگینی خواهد کرد. چمدان را به دفتر بسپار، دفتر نگهداری امانات و اسباب و وسائل تو. میگذاری و میگذری و خیالت آسوده از زیورالات دنیا و پول نقد و اشیاء قیمتی است. به سمت نقدی دیگر می روی. راستی نظری هم داشتم. من اگر نظری دارم، حتما دفتر نزولاتی هم هست که نظرم را بگذارم، و دفتر هم اینجاست در آستانه ورود. اما در حال و هوای زیارت، فرش و برنج و دام نظری هم باعث زحمت منم. چه بهتر که نیتم را به مسئول دفتر نزورات بگویم و پول نظرم را به او بسپارم. اگر همسفرت شوق حرم دارد و پای رفتن ندارد، می توانی برایش ویلچر بگیری. بریم زیارت آقا. یا علی مدد، یا علی. حالا دیگر در آغوش حریم تو هم، در امان تو. هر جای دیگر هر پوششی داشتم باشد. حالا اما اگر مردی زائرم، سر به زیر می اندازم، و اگر بانوی زائرم، چادر به سر می کنم که گمانم این است که تو بیشتر می پسندی و بیشتر دوست داری.
چه اشتیاقی دارد زائر برای پیوستن به تو. دلش پر می کشد اما پایش نمی رود. نگاه می اندازد به آن همه عظمت و می گوید خداوندا به من اجازه می دهی پا پیش بگذارم؟ یا رسول الله به من اجازه می دهی؟ اجازه می دهند ملائک؟ و قلبش مطمئن است از جواب اجازه و جواز پیش آمدن به سمت رضا یا سریع رضا. به حق رضا، رضا مرا پذیرا باشد. ادخلوها به سلام آمنین در این قطعه از بهشت.